خوش اومدین به مهاجرت 101. قراره که امروز بریم جاهای متفاوت کانادا، نه کانادا، جاهای متفاوتی که من دوستشون دارم، جاهای تورنتو. و سارا یه چند تا نصیحت مادر بزرگونه میکنه بهتون. سارا یه چند تا نصیحت مادر بزرگونه واسه تون میکنه واسه کسایی که میخوان مهاجرت کنن، مخصوصا به کانادا specifically، ولی بعضیش کلن به مهاجرت میخوره. بریم جاهای متفاوت و راجب مهاجرت حرف بزنیم. Let's go. So guys, من کلاسم امروز صبح انداختم، یادتونه کلاس رو داشتم حرف می‌زدم راجبه چی بود؟ معماری کانادا. یی، فقط دو تا کلاس دارم. رسیدیم به دانشگاهم. کلاس های من اونجاست. What are you doing؟ چیزی که قایم کردن دیگه. او پیداش کرد. آخه به تیپ اول میرسیم و رسیدیم به دانشگاه من. دانشگاه نشون بده. کوها. اولین تیپی که دارم، اولین نصیحتی که میتونم بکنم، واو آفتابو ببین. برای اینکه بتونید دوستای بهتری پیدا کنیم و دوستای جدید میخوای پیدا کنی، فقط نمیخوای با گروه قبلی کسایی که میشناسی اینجا باشی، کاری که باید بکنی اینه که بری سر کار. خیلی‌ها میرن سر کار به خاطر اینکه به پولش احتیاج دارن، ولی به نظر من یه قسمت دیگه از کار اینه که با کلی آدمای جدید آشنا میشی و کلی کارهای جدید میتونی بکنی. که مثلا میگم من اینجا کار داشتم به عنوان تور لیدر، میومدم اینجا رو نشون میدادم، کل دانشگاه رو میبردم بچه‌ها رو و کلی همکارامو اونجا مثلا از رشته‌های متفاوت باشون آشنا شدم که من وگرنه هیچ وقت نمی‌رفتم طبقه‌های متفاوتو ببینم. اوکی، دانشگاهمو یه جور دیگه ای دوست دارم الان، میدونید، چون که بهتر می‌شناسمش. و اینکه وقتی که تو دانشگاه کار می‌کنی خیلی وقتا با اسکیجول تو پیش میرن، یعنی اینکه اگه مثلا این هفته کلاس داری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، چهارشنبه پنجشنبه کار نمیدن. ایتس امیزینگ، بهت این احساسو میده که به اینجا تعلق داری و اون احساسیه که می‌خوای همیشه داشته باشی وقتی یه جا مهاجرت می‌کنی. What is that؟ می‌خوام اونو ببینم چیه. تا کجا میره؟ اوکی، it's not that cool. فکرم خیلی باحال تره باید. I thought so. نگاه کن، دو دقیقه نشد بارون گرفت. تیپ دوم، کانادا همش بارون میاد، یا برف میاد یا بارون میاد. Did you see the news که زده بود که شاید برف بیاد؟ نه. این آخر هفته؟ اوکی، این قسمتی از نصیحت‌های سارا و جاهای سارا نیست، ولی قراره که برم پرینت کنم. یادتون اونجایی که گفتم که بالای دیوارم واسه اتاقم واسه پذیرایی میخوام سه تا نقاشی بزنم. سه تا نقاشی من انتخاب کردم. که فقط واسه این نیومده بودیم، متاسفانه سایزی که میخواستم نداشتن، واسه همین باید برم خونه دوباره پیدا کنم چه غلطی کنم. But cute. اوکی، الان توی ایندیگو هم به خاطر اینکه سرد بیرون دارم یخ میزنم و انگار که به اندازه کافی لباس نپوشیدم. تیپ دومم، نصیحت دومم اینه که invest in a good jacket، یه پول خوب بذار کنار واسه اینکه یه دونه کت خوب پیدا کنی. این نه، اینو نکن، این کت خوبی نیست، این کت پاییز است، کت زمستونه. مارک مال من چیه؟ موس؟ کنگوس نیست. نه. اون کنگوس گرون است، گرون 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 است که بهترینه. اگه میتونی اونو بگی، پایین تر از اون فکر کنم مال من بود و واقعا میگم خیلی کمک میکنه. You buy it once، یه بار پولشو میدی، یه بار میخریش و داری تا سالهای سال. من از روزی که خریدم یادمه اومده بودم بابک، فکر کنم مال من شد $700. شوک خیلی بزرگی بوده که خیلی سخته قبول کنی که برای همه پول بدی واسه یه کت. همیشه ازش استفاده میکنم، هر زمستون که میاد از اون استفاده میکنم. امسالم شیرینم که زمستون خیلی سردیه، همین الان دارم یخ میزنم. That's it. Okay، بریم خرید. Thank you.
تیرامیسو. الان توی ایتالیم توی بلور اومدیم جلاتو بخوریم. And I'm here با تیپ سومم. حتما واسه اینکه مطمئن باشی که کجای داستانی و کجای مهاجرتی و بدونی که جا افتادی، باید حداقل یک سال وقت بدی. همیشه همینو میگم، هر کی که جدید میاد کانادا همیشه بهش میگم که ببین، مهم نیست چه احساسی الان به این داستان داری، حداقل بهش یک سال وقت بده. بعد از یک سال تازه احساس میکنی که جا افتادی. تازه جا هم نمیافتی، ولی نسبتا به اولش خیلی بهتره، حست خیلی بهتره، آدمای دورتو پیدا کردی، کارتو پیدا کردی، دانشگاه داری میری، همه چی خیلی بهتر داره پیش میره. واسه همین هیچ چیزی رو تا وقتی که یک سال نشده قضاوت نکن. من اینو بخورم، خیلی پشیمونم. من هیزلنات گرفتم، بابک تیرامیسو گرفت. You want to switch? آقا نمیدونین الان اومدم تو ماشین بغلیه شبیه ماشین بابک بود. بیا تو بابک، ماشین بغلیه شبیه ماشین تو بود، این یکی. بعد من زدم در رو باز کردم، رفتم تو، من اینجورم درش خود باز بود، چی توش نبود؟ نو خیلی خجالت کشیدم. وای خدا، زدی صدا داد؟ صدا داد. این بود یا اون؟ نه، فقط دیدم که این چیزش درش باز بود. ایوا دودیه همین من ماشین سیاهه. رسیدیم به تیپ بعدی. میخواستم اون تو فیلم بگیرم ولی ماشینای کانادا رو بشناسم. بابک شبیه ماشین توه، فقط رنگش شبیه. ببخشید. Whatever. زمان اولی که میای از کشور خارج میشی، خب عادتی که داری اینه که پولتو از دلار بکنی به ریال، which makes sense، با حق جور در میاد. پولتو به ریال در میاری، پولتو از ایران آوردی، یا ابوالفضل آفتاب چیه. ولی trust me، باعث میشه که ذهنت داغون بشه، به خاطر اینکه هر قیمتی اینجا دلار رو به تومن تبدیل کنی واقعا زده حاله و احساس میکنی که هیچ پولی نمیتونی خرج کنی و همش داری پولتو زیادی مصرف میکنی. So میدونم سخته، ولی واقعا منتال هلت داغون میشه. پولتو به ریال و تومن تبدیل نکن. خیلی خیلی دیدیه پرم کرد، باد کردم. بریم خونه. Bear claw. برگشتیم خونه. میخوام تیپای آخرمو بدم، نه تنها واسه کاناداست، واسه هر جایی که مهاجرت بکنیه. بعد از مهاجرتت قرار یه اتفاقایی بیفته که باعث خیلی سختی زیاد بشه واسه. فکر میکنی که فقط واسه تو اتفاق افتاده که چقدر تجربت از مهاجرت بد بوده و چقدر سخت بوده و چرا بقیه این تجربه ها رو نداشتن. هر کسی دوران مهاجرتش یه تجربه هایی میکنه، با همدیگه متفاوتیم، ولی هممون اون سختی رو کشیدیم. واسه من یادم وقتی که اولین بار مهاجرت کردم، خونه‌ای که واسم گرفته بودن پنجره نداشت، یه انگار لونه بود و من شروع کردم گریه کردم و من جونم و واقعا نمیتونم اینجا بمونم. نصف یه اتاق معمولی بود، جای تخت بزرگی نداشت، تخت مثلا خیلی کوچولویی اونجا بود و همین، that's it، یه تخت بود فقط جا میشد. و منو بردن پیش گاردینم اونجا منو برد خونه خودش، به خاطر اینکه من جا نداشتم. یادم شوهرش داشتن با هم دعوا میکردن که چرا این دختره رو آوردی اینجا و من شنیدم اون حرفا رو و فکر کنم از یک کشور خارج شدی و این حرفا رو میشنوی و همچین اتفاق میفته روز اولی که رسیدی اونجا. و من فقط یادمه که احساس کردم که اینجا جای من نیست. این فقط روز اول بود، روز اول. خلاصه که یادم اتفاق میفته، باه هیچ جواب آسونی نیست، هیچ نصیحت آسونی نیست که آدم بده که بتونه مهاجرت رو خیلی راحت کنه. ولی امیدوارم اینا بهتون کمک کرده باشه. میدونم که از پسش برمیای، چون میدونم که یه آینده روشن میخوای. Don't give up. Do not give up. Trust me. 8 سال پیش مهاجرت کردم و چند سالی که اصلا هیچ وقت دیگه بهش فکر نمیکنم که بخوام برگردم. به هیچ زمان بده. Love you. Bye.